نگین شیراقایی روزنامه‌نگار و مدیر شرکت ارتباطی اوپن گروس از روم با ما همراه میشه. خانم شیراقایی، چقدر میشه گفت حالا با اینکه آقای سوناک بیشترین رأی رو داشته، حزب محافظه‌کار باز هم به او رأی خواهد داد و او رهبری حزب رو به عهده میگیره و طبعا نخست وزیر خواهد شد؟ خیلی رقابت نزدیکه و اتفاقا این دور آخر نشون داد که ریشی سوناک کار خیلی سختی در پیش داره. هنوز یک رأی کم داره برای اینکه بتونه جای خودش رو محکم کنه برای رسیدن به دور نهایی که در اون دو نفر فقط شرکت میکنن. اینو مطمئنیم که بالاخره به اون دور میرسه. اما وقتی نگاه میکنیم که چه اتفاقی افتاد وقتی که کمی بادن حذف شد، تنها توی این پروسه‌ای که رأی گیری انجام شد، سه رأی به رأی آقای سوناک اضافه شد که این نشون میده که در داخل حزب اونقدری طرفدار براش وجود نداره. بیشتر رأی‌های دیگه بین دو کاندیدای دیگه تقسیم شده. دلیل هم داره، به خاطر اینکه سیاست‌هایی که آقای سوناک در دوران کرونا پیش گرفت خب خیلی با سیاست‌های حزب محافظه‌کار متفاوت بود. یک بخش دیگری به کلاً نگاه آقای سوناک به اقتصاد و بودن در قدرته و بک‌گراند خود آقای سوناک با توجه به اینکه از یک خانواده بسیار پولداری میاد، خودش و همسرش، اتفاقاتی که در مورد اینکه همسرش خودش رو شهروند بریتانیا اعلام نکرد، یعنی گفتش که من در بریتانیا زندگی نمی کنم که مالیات نده، یعنی حاشیه های دور آقای سوناک زیاده. و وقتی هم نگاه میکنیم به رأی هایی که الان هست، آقای سوناک کار خیلی سختی داره، برای اینکه مجموع 92 تا و 85 تا رو نگاه کنید از رأی های آقای سوناک بیشتره. چه تعداد از اینها به سمت او خواهد رفت مشخص نیست، اما به نظر اونقدر نخواهد بود که تضمین کنه که او برنده نهایی خواهد بود. خیلی از اینجا به بعد به اختلافات داخلی و تلاش‌ها و لابی‌گری‌هایی که در داخل حزب پیش خواهد اومد بستگی خواهد داشت، به ویژه اینکه لیستراس خیلی سابقه حضور در دولت بیشتری از بقیه داره و بهش اعتماد بیشتری. اما یک چیز اینجا نهاییه و اون هم اینه که شاید برای یک جز چند تا استثناء در تاریخ بریتانیا مردان سفید بودن که به قدرت رسیدن. در این دوره نخست وزیر قاعدتاً یک مرد سفید نخواهد بود. ممنونم از شما نگین شیراقایی، روزنامه‌نگار و مدیر شرکت ارتباطی اوپن گروس از روم با ما.